نتایج انتخابات عراق نشان از شکست بزرگ متحدان جمهوری اسلامی است. منتقدانی که قدرت پایگاه رأیشان از سلاح‌های هشت شبی بیشتر از متحدان تهران، اما نتیجه انتخابات را رد کردند و از روزهای حساس آینده می‌گویند. رهبری که حتی از عذرخواهی کردن خود نیز خط قرمز می‌سازد، علی خامنه‌ای که دیگران را به معذرت‌خواهی فوری دعوت می‌کند، در برابر گفته‌های خودش هیچ مسئولیتی نمی‌پذیرد. امتناع نزدیکان حزب الله لبنان برای شرکت در دادگاه بررسی انفجار بیروت در روزهایی که بحران سیاسی اقتصادی کشور را به تاریکی مطلق کشانده است، نصرالله خواستار مستثنا شدن لبنان از تحریم‌های وضع شده علیه جمهوری اسلامی شد. سریالی که از کره جنوبی آمد و دنیا را تسخیر کرد، بازی مرکب که خشونتش در مقابل هیجان و پیام‌هایش دیده نمی‌شود و بینندگان را میخکوب می‌کند. به امروز خوش آمدید. با اعلام نتیجه انتخابات پارلمانی عراق مشخص شد جریان‌هایی که در دو سال گذشته رابطه نزدیکی با جمهوری اسلامی داشتند، بزرگترین بازندگان این دوره هستند. جریان صدر با انتقادهای تند از دخالت نیروهای خارجی و تأکید بر محدود شدن اسلحه تنها در دست نیروهای رسمی نظامی و دولت توانست اقبال بسیاری به دست آورد. دو جریان اصلی نیروهای شیعه، ائتلاف فتح شامل جریانات سیاسی وابسته به شبه نظامیان هشت شبی و جریان حکمت ملی، در مجموع 57 کرسی از دست دادند. اما هادی عامری میگوید نتایج انتخابات را نمیپذیرد و کتایب حزب الله، دیگر نیروی نیابتی جمهوری اسلامی در عراق، از تقلب سخن به میان آورده است. مسلح بودن این گروه های شیعی نگرانی های بسیاری از احتمال تنش های داخلی را به همراه آورده است. همکارم چروسکی صادقی از اقلیم کردستان عراق گزارش میدهد. نتایج پنجمین انتخابات پارلمانی عراق پیغامی به گروه های مسلح تحت حمایت ایران، گروه هایی که تا چند روز قبل بیشترین کرسی های پارلمان را داشتند، حالا ریزش نسبت کرسی هایشان شوکی به جایگاه سیاسی و نظامیشان در این کشور است. ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری در پیامی هشدارآمیز گفته به هر قیمتی که شده این نتایج را قبول نخواهند کرد. از سوی دیگر مسئول امنیت کتایب حزب الله عراق با فریبکاری خواندن انتخابات از گروه‌های مقاومت خواسته آماده مرحله حساس باشند. هشدارهایی که ساعتی بعد از پیغام پیروزی مقتدی صدر اعلام شد. صدر شب دوشنبه اعلام کرد کنترل سلاح فقط باید در دست دولت باشد و به هیچ وجه اجازه دخالت خارجی در تشکیل دولت را نخواهند داد. ما از همه سفارتخانه ها می خواهیم که در امور داخلی عراق دخالت نکنند، نه در امور داخلی عراق و نه در تشکیل دولت. ما به هر گونه دخالتی پاسخ دیپلماتیک خواهیم داد و یا متناسب با دخالت شما پاسخی مردمی خواهیم داد. عراق فقط متعلق به مردم عراق است. سلاح باید تنها در اختیار حکومت باشد. استفاده از سلاح فراتر از این ممنوع است، چه از سوی گروه‌های موسوم به مقاومت و چه دیگران. امروز روزی است که مردم باید در آرامش زندگی کنند، بدون اشغالگری، بدون تروریسم یا شبه نظامیانی که آدم ربایی و هراس افکنی می‌کنند و غرور ملت را خدشه‌دار می‌کنند. گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت سپاه پاسداران می‌گویند هدف این انتخابات ضربه زدن به هشت شعبی بود. از همین روی در قلب بغداد جلساتی اضطراری برای گفتگو کردن در مورد شرایطشان و آیندهشان برگزار شد. از سوی دیگر گفتگوی جریان‌ها جهت ایجاد ائتلاف برای تشکیل دولت شروع شده است. تمایل برخی از ائتلاف‌ها همانند تقدم از سنی‌ها به رهبری محمد حلبوسی و حزب دموکرات کردستان عراق با جریان صدر شروع شده است. با اینکه هیئت ناظران اروپایی یک بار دیگر از میزان مشارکت پایین مردم در انتخابات ابراز تأسف کرده اند، اما حالا نگرانی مردم از چیز دیگری است.
جریان‌هایی که سلاح غیرقانونی دارند، از حمایت کشور همسایه یعنی ایران برخوردارند و حالا شکست را نمی‌پذیرند. و این شاید به معنای شروع فصل دیگر از تنش، آشوب و ناامنی در این کشور باشد. روسک صادقی، اربیل. همکارم روسک صادقی که این گزارش تهیه کرده بود با ما همراه هست. روسک، از تو بشنویم آخرین واکنش‌ها و صفاری‌های جدید نیروهای سیاسی در عراق را. خب در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های وابسته به گروه‌های مسلح تحت حمایت سپاه پاسداران از شب گذشته تا امروز داریم می‌بینیم که یک حمله رسانه‌ای شدید علیه کمیسیون مستقل انتخابات عراق شروع شده و امروز در برخی نقاط اونا از هوادارهاشون خواسته بودند که به خیابان‌ها بیان و تجمعاتی شروع شده بود. اصایب اهل الحق، کتایب حزب الله و خود هادی العامری رهبر ائتلاف فتح، اونا این انتخابات رو نتایجش رو تکذیب کردند و گفتند که تهدید کردند که پاسخ سختی خواهند داد به هر قیمتی که شده و حتی از گروه‌های محور مقاومت، گروه‌های مسلح دیگر درخواست کردند که آماده یک مرحله حساس و سخت باشند. اونا میگن نتیجه این انتخابات یک توطئه هستش علیه سازمان هشت شعبی و تلاشی برای ادغام کردن این نیروها. دیروز البته اگرچه هم تهران و هم بغداد به نوعی تکذیب کرده بودند که فرمانده سپاه قدس اسماعیل قانی وارد بغداد شده باشه، اما ساعتی پیش دیدیم که خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات غربی و دو منبع از ایران این رو تایید کرده بود که قانی پیرامون شکست این گروه ها و نگرانی هایی که حالا به وجود اومده وارد بغداد شده و با سران این گروه ها دیدار داشته. اما چیزی که اینجا باید در بعد بزرگتری بهش نگاه کرد، به غیر از جریان صدر به عنوان یکی از جریان های شیعه‌ای که اینجا بیشترین کرسی ها رو به دست آورده، ما میبینیم که همونطور که شما هم بهش اشاره کردید، جریان های گروه های مسلح و جریان های سیاسی که به نوعی به جمهوری اسلامی نزدیک بودن همه شکست خوردن. مثلا جریان حکمت ملی و نصر که 22 و 37 کرسی در سال 2018 داشتن به ترتیب، الان هر دوتاشون با هم دیگه 4 کرسی دارن. ائتلاف فتح در شهرهای مذهبی مثل نجف هیچ کرسی به دست نیاورده، به جای اونها کاندیدهای مستقلی که از هیچ حمایتی برخوردار نبودن اونها کرسی‌های بیشتری رو به دست آوردن. از طرف دیگه نماینده معترضان در سراسر عراق تونستن 9 کرسی به دست بیارن. در اقلیم کردستان هم می‌بینیم که تغییرات بسیار گسترده شده، مثلا اسلامی‌ها شکست خوردن. اما نکته‌ای که اینجا هست اینه که تغییر انتخاب سیاسی مردم عوض شده و حالا نگرانی که اینجا برای مردم و چیزی که داریم میبینیم رسانه ها و ناظران بهش اشاره میکنن، نگرانی که اینجا ایجاد شده اینه که این گروه ها با اینکه سازمان ملل و ناظران اتحادیه اروپا گفتن که میزان مشارکت کم بوده و تقلبی آنچنان بزرگی صورت نگرفته، این گروه ها شکست خودشون رو قبول نمی کنن، فضا رو تنش آلود می کنن و ممکنه که در ماه های آینده به یک مانع بزرگ در برابر تشکیل دولت جدید تبدیل بشن. ممنونم از تو همکارم روسک صادقی که از اربیل ما رو همراهی کردی. بعد از توضیحات همکارم روسک صادق، حالا نگاهی جزئی تر داشته باشیم به نتایج این دوره از انتخابات که با مشارکت پایینی هم همراه بود. البته انتظار این مشارکت پایین با توجه به اعتراضات دو سال گذشته قابل پیش بینی بود. در ناحیه رصافه بغداد 31% مردم در انتخابات شرکت کردند و در ناحیه کرخ پایتخت عراق 34%، یعنی پایین‌ترین میزان مشارکت در کشور، اون بخش مرکزی نقشه. در استان‌های عمدتاً شیعه نشین عراق میزان مشارکت بیشتر از مرکز بوده. بصره 40%، کربلا 44% و نجف همونطور که می‌بینید 41%. در استان‌های عمدتاً سنی نشین و به طور مشخص الانبار میزان مشارکت مردم در انتخابات 43% بود و در نینوا نزدیک به 42%. این جدول حالا نشون میده که تعداد صندلی‌هایی که هر حزب بر پارلمان از آن خودش کرده به چه مقداره. فهرست سایرون به رهبری مقتدا صدر که اعضایش رو شیعیان عراق تشکیل میدن 73 کرسی، یعنی 19 کرسی بیشتر از انتخابات 2018 به دست آوردن. ائتلاف تقدم با اعضای اهل سنت به رهبری محمد حبوسی 38 کرسی رو به خودش اختصاص داده، ائتلافی که در دوره پیش وجود نداشت. دولت قانون به رهبری نوریال مالکی 37 کرسی، 12 کرسی بیشتر از دوره پیش به دست آورده. حزب دموکراتیک کردستان به رهبری مسعود بارزانی 32 کرسی به دست آورده، 7 کرسی بیشتر از دوره قبل. اتحادیه میهنی کردستان 15 کرسی، 3 کرسی کمتر از دوره قبل و ائتلاف از 15 کرسی به دست آوردن.
و فهرست فتح به رهبری هادی عامری، فرمانده سپاه بعد که تحت حمایت جمهوری اسلامی با کسب 14 کرسی 34 کرسی رو از دست دادن. همکارم حمدی ملک با ما همراه هست تا بیشتر در این مورد صحبت کنیم. همین حالا این جزئیات رو گفتیم که چه میزان از دست رفته، چه میزان ائتلافهایی به دست آوردن، چه معنی داره و آیا تغییری در ساختار سیاسی عراق به وجود خواهد اومد؟ خب به نظر من دو تا تغییر مهم به خصوص در فضای شیعه که خب فضای اصلی سیاسی عراق هستش اتفاق افتاده. اولا اینکه گروه های شبه نظامی نزدیک به ایران که خودشون رو گروه های محور مقاومت میدونند یک پروژه واضح دارند و اون اینه که آنطور که حزب الله لبنان در لبنان دولت رو و کل کشور رو تحت نفوذ خودش قرار داده، اینها هم بتونن با نفوذ در سازمان‌های مختلف، در نیروهای نظامی، امنیتی، سازمان‌های اقتصادی و سازمان‌های دیگر دولت بتونن دست بالا رو به شکلی بگیرن که هر گونه تصمیم سرنوشت ساز در عراق بدون تایید اونها اتفاق نیفته. این نتایج انتخابات روز یک شنبه این پروژه رو سالها به عقب روند. در دوره عادل عبدالمهدی که در سال 2018 نخست وزیر شد، به وضوح این پروژه رو طرفداران جمهوری اسلامی در عراق پیش بردن. یعنی شما ببینید در مناطق استراتژیک نفوذ پیدا کردن، در منطقه سبز، در فرودگاه بغداد، در داخل نیروهای امنیتی، نیروهای نظامی، انتظامی و غیره و سازمانهای اقتصادی، بانک مرکزی و غیره، و داشتن این پروژه رو پیش می بردن. اما اون چیزی که باعث شد که این پروژه متوقف بشه تظاهرات بود و بعد هم الان به نظر میاد که این انتخابات این پروژه رو سالها به عقب رونده. نکته دومی که یعنی اتفاق مهم دومی که اتفاق افتاده اینه که آقای مقتدی صدر از کسی که معمولا معروف بود که میتونه خیابون‌ها رو به کنترل خودش در بیاره، ولی در فضای انتخاباتی دوم، سوم، چهارم با در حقیقت تعداد کرسی پایین‌تر ولی مؤثر در صحنه سیاسی حضور داشته باشه، الان هم مرد اول پارلمان هست و هم مرد اول خیابان‌ها و این به نظر من نتایج مهمی رو در سال‌های آینده در عراق به وجود خواهد آورد، به بار خواهد آورد. خب حمدی، سفر قاآنی به عراق ابتدا منتشر شد، برخی منابع منتشر کردند، بعد حتی مسجدی سفیر ایران در عراق تکذیب کرد، حالا الان رویترز داره میگه که برخی منابع دیپلماتیک اون رو تایید میکنن، اما اگر بسیار هست در این مورد، اما واقعا قاآنی و نیروهای نزدیک به اون دنبال چه هستن الان؟ ببین، من اول توضیح بدم که نقشی رو که قاسم سلیمانی در انتخابات عراق بازی میکرد به هیچ وجه قانونی نتونست بازی بکنه. قاسم سلیمانی به شکل مستقیم با گروه‌های مختلف و نه فقط شیعه، سنی، کرد تماس میگرفت، تماس تلفنی، حضوری، جلسات مختلف در ایران برگزار میشد، در قم برگزار میشد با حضور قاسم سلیمانی تا اینکه به نتیجه‌ای که ایران دنبالش هست برسه. قانی نتونست این کار رو بکنه. الان به نظر میاد که یه مقداری دیر هست. حالا اینکه دنبال چه هست، خب بدون شک اولین چیزی که به دنبال اون هست اینه که سعی میکنه که انتخاب نخست وزیری رو از فضای شیعه خارج نکنه، به این معنا که سنتی که ما از سال 2003 در عراق داشتیم این گونه هستش که ابتدا گروه های مختلف شیعه هر چقدر هم با هم اختلاف دارن می نشستن بعد از انتخابات یک شخصیت رو انتخاب میکردن و اون رو به سنی ها و کردها معرفی میکردن. الان آقای مقتدی صدر، یعنی الان که چه عرض کنم، قبل از انتخابات آقای مقتدی صدر گفتگوهایی رو با همین آقای حلبوسی رئیس پارلمان عراق که نتیجه بسیار خوبی گرفته و آقای بارزانی رئیس پیشین اقلیم کردستان و رهبر حزب دموکرات کردستان تفاهمات و توافقاتی رو با این سه جریان ما میبینیم که به وجود اومده که ممکنه انتخاب نخست وزیر رو از فضای شیعه خارج کنه. یعنی به جای اینکه اول برن در شیعه تصمیم بگیرن، این سه گروه بتونن بشینن و تصمیم بگیرن و اون وقت هست که توانایی ایران و گروه های نزدیک به ایران برای امتیازگیری در این پروسه کمتر خواهد. همدی، خیلی کوتاه نگاه بکنیم به این که الان آمری گفته نتیجه انتخابات رو نمیپذیریم، چه ابزاری بر دستش داره؟ خیلی کوتاه اگه بگی ممنون میشم. همین چند دقیقه پیش من موبایلم رو نگاه میکردم، کمیته هماهنگی مقاومت که مسئول حمله های چند ماه اخیر به نیروهای آمریکایی بوده بیانیه صادر کرده. بیانیهش
آنچنان که انتظار میرفت شدید اللحن نبوده. به نظر میاد تأکید اونها بر این هست که ما اجازه نخواهیم داد که هشت تا شوی لغو بشه، چیزی که به گونه آقای مختارسات بهش اشاره کرد و یا اینکه حتی ادغام بشه در گروه های دیگه. به نظر میاد که الان یه مقداری سطح توقعات خودشون آوردن پایین، پذیرفتن که باختن، ولی دارن اعلام میکنن که خط قرمز ما حل هشت تا شوی هستش، به خاطر اینکه میدونن که بدون هشت تا شوی واقعا دیگه نفوذی یا خیلی نفوذشون خیلی کم خواهد شد. ممنونم از تو همکارم حمدی ملک ما رو همراهی کردی. رهبر جمهوری اسلامی در اولین دیدار خود با دولت ابراهیم رئیسی تأکید کرد که در صورت بروز اشتباه باید از مردم سریعا عذرخواهی شود. این در حالی است که او در بیش از 3 دهه رهبری خود تنها 2 بار از مردم به دلیل سیاست‌ها و صحبت‌هایش عذرخواهی کرده است. یکی از آنها به سیاست‌های جمعیتی دهه 70 شمسی برمی‌گردد که البته بسیاری از کارشناسان آن را مهمترین اقدام نظام در راستای سلامت جامعه می‌دانند. دیگری سخنرانی اخیر او در نوروز بود که آمار اقتصادی نادرستی از جایگاه ایران بیان کرد و بعد از آن حتی بخش‌هایی از سخنرانی او در سایتش حذف شد. گویی حتی اشتباه کردن مستقیم رهبر جمهوری اسلامی خط قرمزی دیگر بر تمام نبایت‌های جمهوری اسلامی است. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد. سلام علیکم. سلام و رحمت الله. رهبری بیگانه با قبول اشتباه. کمتر از 9 ماه پس از تصمیمی که مرگ هزاران ایرانی را در پی داشت، او باز هم حکم به ممنوعیت داد و این بار واردات لوازم خانگی از کره جنوبی ممنوع شد. دی ماه سال 99 خامنه‌ای که قبلا کرونا را ویروسی آمریکایی و توطئه خوانده بود، جلوی واردات واکسن را گرفت. ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. وقتی جهان مشغول واکسیناسیون عمومی بود، ایرانی‌ها به حکم علی خامنه‌ای مجبور بودند منتظر واکسن‌های داخلی از جمله برکت باشند، محصول ستاد اجرایی فرمان امام، کارتل بزرگ اقتصادی وابسته به او. عده زیادی پای این انتظار اجباری جان سپردند. وقتی بیمارستان‌ها پر از بیماران کرونایی بدحال شد و مردم برای مردن هم باید در صف می‌ماندند، رهبر جمهوری اسلامی که در 32 سال گذشته حق دخالت در تمام امور را داشته و تمام تصمیم‌گیری‌های کلان مستقیماً با نظر او انجام شده، هر از چندگاهی می‌گوید بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار را ندارم. جمله‌ای برای فرار از مسئولیت تصمیم‌های اشتباه که از حساب شهروندان ایران خرج شده و بهایش را هم مردم پرداختند. او در 3 دهه در اختیار داشتن قدرت مطلقه بدون وظیفه پاسخگویی تنها 1 بار پذیرفته اشتباه کرده. اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد لازم بود، لکن از اواسط دهه 70 باید متوقف میشد. اینو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیمن، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمن. آن هم بهانه‌ای برای تصمیم اشتباه در روزهایی که کمر مردم زیر بار شرایط بد اقتصادی خم شده. شرایطی متأثر از تحریم‌های بین‌المللی، نتیجه سیاست‌های تهاجمی شخص رهبر جمهوری اسلامی. ادامه روند کاهش رشد جمعیت نتیجه بی‌اعتنایی جامعه به تصمیم او بود. اگرچه روحانیون و حلقه نزدیک به او با لبیک به تصمیمش موقعیت‌های اینچنینی آفریدن. بله خب حدود 39 سالم و یه ماه پیش خدا توفیق داد فرزند 13ممون هم دنیا اومد. شما اگر فرمول توکل رو به زندگی ها اضافه کنید، تعداد که میره بالا واقعا زندگی راحت تره. او یک بار دیگر مرداد ماه سال 97 گفت اشتباه کرده، اعترافی که سرانجامی عجیب داشت. چند ماه پس از خروج آمریکا از برجام با فرمان ترامپ، در حالی که پول ملی ایران با سرعت ارزشش را از دست می‌داد، خامنه‌ای گفت در موضوع مذاکرات بنده اشتباه کردم و به اصرار آقایان اجازه تجربه دادم. منظور از آقایان جواد ظریف و علی اکبر صالحی بودند که با تصمیم شخص او به مذاکره با آمریکایی‌ها رفتند. اما این اشتباه تنها چند ساعت روی خبرگزاری‌های رسمی دوام آورد و با دستور بیت رهبر جمهوری اسلامی تغییر کرد. آنها در تکسیبیه‌ای اعلام کردند رهبر جمهوری اسلامی گفته در قضیه برجام بنده اشتباه کردم که اجازه دادم وزیر خارجه ما با آنها صحبت کند. اما در سایت علی خامنه‌ای حتی همین اشتباه اصلاح شده هم وجود ندارد. در فیلم هم جمله بنده اشتباه کردم با 1 برش حذف شده.
برجام نمونه واضح اینه. تازه بنده سختگیری میکردم که البته خطوط قرمزی رو که ما معین کرده بودیم همش رعایت نشد. یعنی حتی جمله‌ای که خود سایت خامنه‌ای هم ادعا میکند در فیلم دیده نمیشود. آخرین تمهید برای توجیه این سانسور انتشار روایت یکی از حاضران در جلسه از سخنان خامنه‌ای بود تا بگوید منظور او چه بوده. سر این قضیه اشتباه کردم میکردم خیلی صدا کرده. ببینید ما تو جلسه که بودیم این تصوری که الان داره میشه از این صحبت اشتباه کردم واقعا نداشته. من برای اینکه مطمئن شدم به یکی از دوستان زنگ زدم گفت اتفاقا منم همچین تصوری دارم، ولی خب اون تا اومده به متن تبدیل شده و اینها به این شکل در اومده. در چهره‌ای که حلقه پیرامون خامنه‌ای از او تصویر می‌کنند، او قرار نیست اشتباه کند، چه برسد به اینکه به اشتباهش اعتراف کند. تصویری آشنا که قبلاً در قاب دیکتاتورهایی همچون جوزف استالین دیده شده بود، وقتی تصویر آنهایی که زمانی خودی بودند و بعد به غیر خودی تبدیل و قربانی شدند در عکس‌ها از کنار رهبر شوروی حذف می‌شدند. اتفاقی بعدها درباره همراهان روح الله خمینی روی پله هواپیما هنگام ورودش به ایران هم رخ داد. البته حساب امثال من با کرام الکاتبین است. اما خمینی هم که خیلی زود با جمله معروف خود اکردم چرخشایش را توجیه میکرد گفته بود پس از مرگش صدا و تصویر او که از صدا و سیما پخش شده مستند است. با این حال هواداران علی خامنه‌ای پس از بالا رفتن آمار مرگ و میر در پیک پنجم کرونا جمله صریح خامنه‌ای را که تصویرش موجود است جور دیگری نشان دادند. رهبری با کارنامه سیاه که بی توجه به واقعیت‌های جامعه به این محدود صداهایی دلبسته که به این دیکته پرغلط او نمره قبولی میدن. خیلی متشکر. مجتبی پور محسن، علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن همراه ما هستن. آقای نوری‌زاده خوش آمدید. علی خامنه‌ای مثل بسیاری دیگر از رهبران تمامیت‌خواه جهان گویا عذرخواهی کردن از مردم رو شکستن اون اقتداری که خودشون میپندارن پیش روی مردم میدونن. تا کجا علی خامنه‌ای میتونه و یا میخواد چنین روشی رو ادامه بده؟ با درود به شما و بینندگانتون، هر رهبری رو که شما نام ببرید چه اون که دموکراته و چه اون که دیکتاتوره، نگاهش به مردم از دو حالت خارج نیست. یا مردم رعایای او هستن که وظیفه اوست که تلاش کنه رضایت رعایاشو به شکلی فراهم بکنه، و یا به مردم به عنوان انسانهایی برابر با خودش نگاه میکنه. آقای خامنه‌ای چنین نگاه نمیکنه. آقای خامنه‌ای مردم ایران رو به عنوان انسانهای اشغال شده میدونه که تحت اشغال او هستن، مردمی که اگه یک لحظه دستشو برداره فریاد میزنن و مرگ او رو خواستار میشن. بنابراین تعاملش با مردم ایران خیلی حقیرانه است. شما نگاه کنی یک بار آقای خامنه‌ای نشده که آدم ببینه به مردم ایران فرودستی نشون میده، خود رو خدمتگزار مردم میدونه. به هیچ وجه ایشون خود رو نایب امام زمان میدونه که ملت ایران هم باید چشمش کور بشه و ولایت ایشون رو قبول کنه. ولایت ایشون رو در لبنان حزب الله قبول کرده، پس مردم ایران هم ناگزیرن که اینو قبول کنن. من بسیار متاسفم که سید علی خامنه‌ای که در میان روحانیون جوان سر انقلاب از همه باسوادتر بود، آدمی بود به فرهنگ و ادبیات و موسیقی علاقه داشت، امروز تبدیل به دیکتاتوری شده که حتی اونهایی که یک روزی باهاش نزدیک بودن پشت به اون میکنن. آقای نوری‌زاده، علی خامنه‌ای حتی به رسانه‌هایی که خودش منصوبشون میکنه، مدیرانشون رو، مدیر مسئولانشون رو و کسانی که مدیریتشون میکنه، حتی به اونها هم اعتمادی نداره و تا حالا در این سه دهه گذشته حتی حاضر نشده مقابل دوربین صدا و سیما بشینه. او چگونه میخواد اون نگاهی که شما داشتین میکردین رو به مردم ارائه بکنه اون وقت؟ ببینید خیلی جالب، سوال خوبی کردید. پادشاه فقید ایران خیلی علاقمند به مصاحبه با مطبوعات داخلی نبود، بیشتر دوست داشت با خبرنگاران خارجی صحبت کنه.
ولی سالی یکی دوبار یا در جریان سفرهاش با سردبیران اطلاعات کیهان گفتگو میکرد یا با مجلات مثلا، ولی هیچ وقت آقای خامنه این کار رو نکرد. گفتگوها همه به فرموده بود، یعنی گفتگو تنظیم میشد از دفترشون و داده میشد. در برابر تلویزیون دقت کنید، شما صدا و سیما رو که گوش میکنید آقای خامنه ای صحبت میکنه، گوینده ای داره حرفایشون رو میخونه، چون همیشه حرفاش تغییر میکنه، تعدیل پیدا میکنه، دست توش میبره. رهبری است از خود بیگانه و بالاتر از اون ملت بیگانه. هر کسی جای آقای خامنه ای بود و ورود واکسن کرونا رو ممنوع کرده بود، امروز به عنوان مجرم محاکمه میشد. و آقای خامنه ای به راحتی خودش واکسن فایزر زد، خانواده‌اش زدن، اعضای دفترش زدن، نزدیکانش زدن و به راحتی گفت من جلوش رو میگیرم و هزاران ایرانی رو بکشتند. علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار، ممنون از همراهی شما. سپاسگزارم. خانواده ابوالحسن بنی صدر با صدور اطلاعیه اعلام کردند مراسم خاکسپاری او شنبه 26 مهر در ورسای و پس از آن مراسمی برای یادبود او در همین شهر برگزار خواهد شد. در گذشته ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور تاریخ ایران فرصتی دوباره برای بررسی کارنامه او و فعالیت‌هایش را فراهم کرد. بنی صدر سالها به عنوان چهره مخالف نظام پادشاهی ایران فعالیت کرد و نوشته‌ها و سخنرانی‌هایش در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی 57 دست به دست می‌شد. با پیروزی انقلاب او به عنوان وزیر در کابینه دولت موقت حاضر شد و بعد از آن نقشی پررنگ در مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی داشت. در اولین انتخابات ریاست جمهوری او از کاندیدای حزب جمهوری اسلامی که جریان اصلی انقلابیان بود پیشی گرفت. او که سالها از نزدیکان روح الله خمینی بود، در دوران ریاست جمهوری با او و روحانیون نزدیکش بسیار زاویه پیدا کرد. اختلافاتی که به برکناری او و سرانجام خروج از ایران انجامید. او در تمام سالهای مهاجرت به فعالیت علیه جمهوری اسلامی پرداخت و با انتشار نشریه انقلاب اسلامی در هجرت همزمان هم از ایده انقلاب اسلامی سال 57 دفاع کرد و هم سوی دیگر از جمهوری اسلامی برآمده از آن انقلاب که به تعبیر خودش از آن آرمانها منحرف شده بود انتقاد کرد. جهانگیر شادانلو از نزدیکان ابوالحسن بنی صدر در پاریس همراه ما هستند. آقای شادانلو خوش آمدید. خیلی کوتاه ابتدا، شما سالها با آقای بنی صدر همراه بودید، همکاری کردید و دوست نزدیک ایشون بودید. شخصیت ابوالحسن بنی صدر رو کوتاه برای ما اگه بخواید تعریف کنید، او رو چگونه توصیف میکنید؟ با سلام و تشکر از اینکه منو دعوت کردید، سلام به هموطنان عزیزم و با عرض تسلیت به خانواده محترم آقای بنی صدر و همه دوستداران راه استقلال و آزادی. اولا شما یک اشتباهی اینجا کردید. آقای بنی صدر هیچ زمانی وزیر در کابینه دولت موقت نبودن. بعد از اینکه ایشون استعفا دادن، ایشون از طرف شورای انقلاب به وزارت رسیدن. آقای بنی صدر به نظر من یا به نظر کسانی که ایشون رو میشناختن و کاملا شخصیتی ملی، به غایت ملی و وطن پرست، مردمی و تمام عمرشون رو از زمانی که خودشون رو شناختن و وارد فعالیت سیاسی شدن برای کشور و مردم گذاشتن. متاسفانه در اوائل انقلاب به خاطر کارهایی که یا خواسته هایی که روحانیت میخواست بر خلاف آن چیزی که در پاریس آقای خمینی اعلام کرده بود در ایران اجرا بکنن، ایشون ایستاده بر آرمان خود و آرمانهای خواسته های انقلاب ایستادن و از اولین روزها اختلافاتشون بسیار کم با آقای خمینی و بیشتر با حزب جمهوری اسلامی بود، تا جایی که بعداً متاسفانه متوجه شدن که تمام اینها خود آقای خمینی هم دست دارن، همکاری میکنن و در مقابل ایشون ایستادن و خب اون مسئله پیش اومد و برکناری و عزل ایشون که خب اون داستان مفصلی داره. و دلوقتي.
آقای شادانلو، اتفاقا در این دوره تاریخی، در این حالا چند روزی که بیشتر در مورد آقای بنی‌سعد صحبت میشه، خیلی حرف و حدیث هست در مورد نقش بنی‌سعد در مجلس خبرگان قانون اساسی و اینکه او تایید کرد نظریه ی ولایت فقیه رو. خیلی ها در این مورد حالا دارن متضاد صحبت میکنن. بشنویم از شما روایتی که در واقع در مورد نقش بنی‌سعد در تایید ولایت فقیه. خب نه، این درست نیست. اولا اون زمان ولایت فقیه نبود و آقای بهشتی، آقای آیت و آقای منتظری متاسفانه ولایت فقیه رو مطرح کردن و به شورای نگهبان آوردن. آقای بنی‌سعد مخالفت کرد و در آخر نظارت فقیه در اولین پیشنویس قانون اساسی آمد که حتی با این هم آقای بنی‌سعد موافق نبودن، برای اینکه اختیاراتی داده بودن بهش و به همین دلیل قانون اساسی رو امضا نکردن و این اسنادش هم موجود هست. همه کسانی که در اونجا بودن اسامی و امضاهای اونها هست ولی امضای آقای بنی‌سعد نیست و قانون اساسی رو شادانلو. الان شماره 22 دی ماه سال 1358 نشریه انقلاب اسلامی که مدیر مسئول و صاحب امتیازش خود آقای بنی‌سعد بود، به نقل از شیخ علی تهرانی نوشته که من و آقای بنی‌سعد هر دو به ولایت فقیه رأی مثبت دادیم و مقاله مفصلی در این مورد نوشته شده. خب من چنین نوشته رو در انقلاب اسلامی ندیدم و خدمتتون عرض میکنم که چنین چیزی نبوده و به همون قانون پیشنویس قانون اساسی و قانون اساسی که نظارت فقیه در اون بوده آقای بنی‌سعد امضا نکردن و این اگر ممکنه این روزنامه رو برای ما بفرستید چون من اولین بار چنین چیزی دیدم. بله حتما، این میگم نشریه انقلاب اسلامی است، حتما به دوستان هم خواهش میکنم روی سایت ایران اینترنشنال هم شاید بتونیم بذاریم، برای شما هم ارسال خواهیم کرد. اما یکی از بحث های چالش برانگیز دیگه مسئله خروج آقای بنی‌سعد بود و خب نزدیکی که بعد از اون با شورای ملی مقاومت و شخص رجوی داشتن و اختلافاتی که بعد پیدا کردن، در این مورد روایت شما رو بشنویم. ببین خروج آقای بنی‌سعد خب بسیار بسیار کم راجع به واقعیتش و چرایی خروج ایشون صحبت میکنن. آقای بنی‌سعد اختلافش با روحانیت و حزب جمهوری اسلامی و خصوصا آقای خمینی آخر سر که به خروج ایشون انجامید، سر مسئله استقلال کشور بود. در مورد مسئله گروگانگیری متاسفانه حزب جمهوری اسلامی با ریگان و بوش در اون بیانیه الجزایر قرار و مداری گذاشتن که آقای بنی‌سعد از اون اطلاع نداشت. روزی که هواپیمای گروگان ها در فرودگاه مهرآباد 4 ساعت با بودن گروگان ها در اون منتظر موند و بعد که آقای ریگان به مجلس رفت برای سوگند خوردن و اعلام کرد اونجا که هم اکنون این خبر خوش رو به ملت امریکا داد که هم اکنون گروگان ها از ایران پرواز کردن، این مسئله وقتی اتفاق افتاد آقای بنی‌سعد دنبال کردن برای اینکه خودشون با ریگان با کارتر در حال تبادل گروگان ها و آزادی پول های ایران و حتی برگرداندن شاه به ایران بود ولی متاسفانه این اتفاق نذاشتن بیفته و زودتر از اون آقای بنی‌سعد رو برکنار کردن و اون بیرون اومدنشون هم اونطوری که آقای شادانلو ببخشید من عذرخواهی میکنم ازتون، وقتمون بسیار محدود هست، این موضوع میدونم که بسیار حساسه و حرف در موردش بسیار هست، امیدواریم در یک فرصتی دیگه بتونیم مفصل در این مورد همراه شما بشیم. تشکر میکنم جهانگیر شادانلو از نزدیکان ابوالحسن بنی‌سعد که ما رو همراهی کردید. خواهش میکنم و ممنون از شما و تلویزیون. همزمان با بحران سوخت در لبنان و پس از ورود سومین محموله سوخت از جمهوری اسلامی به این کشور، حسن نصرالله دبیرکل حزب الله خواستار اقدام سیاستمداران لبنانی برای فشار به آمریکا برای دریافت معافیت‌های تحریمی شد. او به عراق اشاره می‌کند که بخشی از سوخت خود را از طریق ایران تامین می‌کند، اما نمی‌گوید که همین عراق میلیاردها دلار به دلیل همان تحریم ها به ایران بدهکار است. همزمان دادگاه رسیدگی به انفجار بندر بیروت دستور بازداشت وزیر سابق اقتصاد این کشور و از چهره‌های نزدیک به حزب الله را صادر کرده است و بزرگترین نیروی شبه نظامی وابسته به ایران را بار دیگر در مقابل تصمیمی سخت قرار داده. فیروزه جابانی در گزارش خود نگاهی دارد به جدیدترین تحولات در لبنان.
عروس خاورمیانه در خاموشی. زیر پوست این سیاهی خشم و فریاد مردمانی خوابیده که گرچه گهگاهی با صدای بلند دادخواهی می کنند، اما با پاسخ دولت گره خورده با گروه های نیابتی خاموش می شوند. حزب الله لبنان، گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی، اقتصاد و سیاست این کشور را با چنان بنبست تحریمی مواجه کرده که فشار ناشی از آن صدای دبیر کل این گروه را که خود در فهرست تحریم هاست را هم بلند کرده. حسن نصرالله به پشتوانه وعده‌های ایران و دیدار اخیرش با وزیر خارجه دولت 13 از تقلیل تحریم‌های بین‌المللی می‌گوید. جمهوری اسلامی ما با دو پیشنهاد از طرف دولت ایران روبرو هستیم. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دیدار اخیر در بیروت اعلام کرد حکومت ایران آماده است دو نیروگاه برق با ظرفیت تولید بالا در لبنان بسازد. دولت باید خواستار معافیت از تحریم‌ها علیه ایران شود. رفاه مردم لبنان. سوی دیگر حسین امیر عبداللهیان رهاورد این دیدار را توافق برای بازگرداندن رونق به اقتصاد زمین خورده لبنان می‌داند. لبنانی‌ها یک شرایط سخت اقتصادی رو دارن پشت سر می‌گذارن به دلایل مختلف سیاسی که بعضی از بازیگران خارجی این وضعیت رو برای لبنان ایجاد کردن. ما همیشه در کنار مردم لبنان در سواحل مدیترانه بودیم. تعهدات دو متحد که هر دو در انزوای بین المللی هستند. تهران که برای نشستن بر سر میز مذاکره با دنیا چانه زنی می کند، حالا در مخفیگاه دبیر کل حزب الله لبنان از تولید برق و آب و آبادانی می گوید. رویه دور زدن تحریم برای جیب‌های خالی از منابع ارزی حکومت با ارسال محموله‌های سوخت به شرق و غرب مدتی است از سوی ایران آغاز شده. گرچه که هزینه این سیاست را مردم در داخل می‌پردازند، اما دلیل محکمی است برای حزب الله که پس از دریافت سومین محموله از آن بگوید که تهران می‌خواهد. یک سال و 3 از بزرگترین انفجار غیر اتمی دنیا می‌گذرد. امروز دادگاه رسیدگی به پرونده این انفجار بار دیگر تعلیق شد. ردپای حزب الله با وجود تغییر قاضی و نشستن طارق البیطار بر کرسی قضاوت در این پرونده هم مشهود است. آخرین تحقیقات دال بر احتمال دست داشتن حسن خلیل، وزیر پیشین اقتصاد و قاضی زویتر، وزیر سابق کار لبنان در انفجار بیروت دارد. دو سیاستمدار کهنه‌کار که هر دو از نزدیکان به دو گروه شیعه لبنانی یعنی حزب الله و جنبش عمل هستند. هر دو با عدم حضور در دادگاه مشخصاً نشان دادند تمایلی برای پاسخگویی ندارند. حسن نصرالله هم در حمایت از این دو اساس دادگاه را زیر سوال برد و بار دیگر خواستار تغییر قاضی شد. بیطار و یا بیطار. 200 خانواده به سوگ نشسته که خواستار روشن شدن عاملین مرگ عزیزانشان هستند با آغاز دوباره تحقیقات چشم امید به عدالت خواهی دولت داشتند. دولتی در آستانه فروپاشی کامل اقتصادی که طی 2 افت 90% ارزش پول را تجربه کرده و 3/4 از شهروندانش در فقر فرو رفتند. فیروزه جابانی، لندن. یک سریال کره‌ای در شبکه نتفلیکس این روزها بسیار معروف و خبرساز شده. سریال بازی مرکب که رکورد میزان مخاطب رو در گوشه و کنار جهان شکسته و یک بار دیگه نام کره جنوبی و تولیدات فرهنگی اون رو سر زبان‌ها انداخته. سریالی که احتمالاً شما هم اون رو دیده باشید که بسیار خشنه. این سریال بازگو کننده داستان مردمانی زیر بار فقر و قرض و به حاشیه رانده شده ها یا کسانی که با حرص و طمع زندگی میکنن، از ساکنان کلان شهر سئول تا کارگر و مهاجر یا زنی که از کره شمالی گرفته. توماج تاباس در گزارش خودش نگاهی داره به این سریال با این توضیح که البته گزارش ما داستان رو لو نخواهد داد، اما اگر این سریال رو ندیدید و میخواید با ذهنی خالی اون رو ببینید، این گزارش رو فعلا نبینید و بعد ببینید و احتمالاً در میان گزارش صحنه‌هایی داره که شاید شما رو آزار بده. مردمانی در مرز ویرانی که از سر فقر و فلاکت، حرص یا طمع حاضرن برای پول در جزیره خالی از سکنه به سلاخی شدن خودشان و سلاخی کردن دیگران تن بدهند. و
داستانی دو خطی که بنمایه یکی از پربیننده ترین سریال های اخیر جهان است. بازی ماهی مرکب، بازی مرکب یا به کره‌ای اوجینگو گیم. بازی مرکب با وجود خشونت اوریان و غیر انسانی، کلیشه های قابل پیشبینی و انتقاد های دیگری که به آن شده، در یک بازار شدیداً پر رقابت و شلوغ به صدر سریال های نتفلیکس در کشورهای مختلف راه یافت. از این عروسک بزرگ در فیلیپین تا بازسازی بازی ها در کافه های سنگاپور، این سریال بار دیگر توجهات زیادی را به کره جلب کرد. مجموعه عظیمی از افراد مستعد، طراح، هنرمند، جلوه های بصری و فیلمساز در کره وجود داره. وقتی به فیلم ها و سریال های کره نگاه کنید، میبینین همه این آدم ها خیلی خوب کنار هم قرار گرفتن. بازی مرکب نمادی از این واقعیت در کره است. این روزا بازی مرکب خیلی معروف شده، اما به جرئت میشه گفت که کره جنوبی به مهمترین یا شاید مشهورترین صادرکننده محصولات فرهنگی تو آسیا تبدیل شده. اون چیزی که بهش موج کره‌ای میگن، پاپ کره‌ای، فیلم کره‌ای، سریال کره‌ای، خارج از اینکه فارغ از اینکه خوبن، بدن، کلیشه‌ای هستن یا نوآور، اونا گوشه و کنار جهان دل خیلی ها رو میبرن. اما بجز همه اینها، مثل فناوری‌های پیشرفته کره جنوبی، محصولات فرهنگی این کشور هم به یکی از مهمترین منابع درآمد خارجی تبدیل شدن. هرچند لزوماً و همیشه شباهتی هم به زندگی واقعی مردم اینجا ندارن. سریال بازی ماهی مرکب یا بازی مرکب برخلاف خیلی از درام‌ها و ملودرام‌های کره‌ای متعلق به جریانی است که هم جذاب است، هم نیم نگاهی انتقادی به جامعه دارد. جامعه‌ای که در آن نابرابری ها عمیق‌تر می شود یا رقابت برای رفاه و پول به یک قصابی بزرگ انسانی تبدیل می شود. اما آیا این موفقیت می تواند به شکلی متناقض ضد خودش عمل کند؟ سطح توجهات و توقعات بالا رفته و حالا پول زیادی وارد بخش سرگرمی کره می شه. در نتیجه این خطر وجود داره که مثل یه حباب بشه و بترکه. موج کره‌ای بالاخره آرام خواهد گرفت یا نه؟ از گروه های کی‌پاپ تا فیلم ها و سریال ها، فعلا کره‌ای ها در مسیر به هیجان آوردن و شگفت زده کردن مردم هستند. تو مجد آهباز، سئول. این بود امروز. تا روزی دیگر و امروزی دیگر. بدرود.